سلام یکی از اون مشکلات شایع پمپ بنزینا خرابی این قطعه است احتمالا شما هم این قطعه رو دیدید اسم این قطعه مغزی پمپ بنزینه که یکی از اجزای مهم مجموعه پمپ بنزین محسوب میشه خب پمپ ها از قطعات مختلفی تشکیل شدن رگلاتور، لوله های رفت و برجشت و یکیش هم این قطعه است این مغزی از قطعات مختلفی تشکیل شده که داخلش یه موتور الکتریکیه که به یک ایمپلیر وصله این قسمتش این قسمتش هم در واقع موتور الکتریکیه که یه استاتور به ایمپلیر وصله ایمپلیر میاد بنزین رو مکش میکنه و از دور این رد میشه که باعث سرد شدن پمپ بنزین میشه که یکی از اون مهمترین های خرابیه پمپ بنزینا این پمپ مغزی ها گرم میشن و باعث سوختن و نیم سوز شدن اون میشن وقتی که این بنزین در واقع مکیده میشه از باک در واقع وارد این میشه و از اینجا هم یه سوراخ از اینجا این, این سوراخ برای هواگیری این در واقع چون هر دفعه که شما سویت رو باز میکنید یه صدای شنیده میشه این صدا همین مربوط به این مغزی پمپ بنزینه وقتی که این شروع به کار میکنه باید این هواش دوباره خارج بشه از این قسمت هوای این در واقع بنزین خارج میشه و میاد از اینجا میگذره میرسه به این قسمت این قسمت هم یه شیر یک طرفه است که باعث میشه که بنزین دوباره بر نجرده داخل باک این قسمت هم دو تا پین داره یه برگ 12 ولتی وارد این میشه از طریق رله دوبل من قبلا در مورد رله دوب دیه ویدیو درست کردم اگه خواستین اونم ببینید رو این بالا میذارم برق وارد این قسمت میشه و باعث کار شدن این میشه این پمپا باید در واقع فشاری معادل 5 تا 5 همه بار ایجاد کنن که بتونن فشار رو به در واقع سر برسونن چون توی خودروهای انجکتوری که اینا برقی هستن توی خودروهای کاربرتوری اینا مکانیکی هستن اگه این در واقع مغزی نتونه اون فشار 5 همه بار رو تولید کنه در واقع این نیم سوز شده و نمیتونه دیگه اون عمل اصلی و وظیفه اصلیش رو انجام بده برای تست این مغزی یا در واقع دو تا روش وجود داره یکی از طریق تست با مولتی یکیشم یکیش در واقع اندازه‌گیری فشار خروجی از این در واقع گفتم 5 تا همه بار باید این بتونه فشار تولید کنه برای تست با مولتی شما باید مولتی رو به این وصل کنید تا در واقع سرش رو و در واقع مقاومتی که باید این از خودش نشون بده باید 5 تا 6 اوهم باشه اگه حالا کمتر از این مقدار باشه یعنی این دو سال خرابی شده و شما باید تعویزش کنید یه روش دیگه که هست در واقع برای تست مولتی متر اینه که از خود رو بدون اینکه اینو باز کنید از قسمت رل دو تست کنید چون یکی هم سختره به مهارت نیاز داره یه روش دیگه هم که هست گفتم برای تست فشار باید از طریق یه فشار سنس این رو تست فشار انجام بدید که بدونید که آیا فشار این کمتر از پنج باره یا به پنج بار میرسه اگه کمتر از پنج بار بود در واقع این نیم سو شده و شما باید این رو تعویز کنید حالا دلایل خرابی پمپ بنزین و مغزیش چی میتونه باشه ببینید یه نشته که هست در مورد موتورهای الکتریکی اینه که موتورهای الکتریکی وقتی نتونن خودشون رو سرد کنن و بیش از حد داغ بشن دو سال سوختگی میشن این مغزیام از این قضیه مستثنا نیستن این چون گفتم که داخل این یه روتور الکتریکی قرار داره و به عنوان یه موتور الکتریکی محسوب میشه این باید خودش رو یه جوری سرد کنه مکانیزم در واقع کارکرد این مغزی ها اینطوریه که وقتی بنزین از باک مکیده میشه و به داخل این میرسه از دور این سیمپیتس عبور میکنه و باعث سرد شدن این مغزی ها میشه وقتی بنزین نتونه در واقع به خوبی از این رد بشه و کم باشه در واقع این نمیتونه خودش رو سرد کنه و بیش از حد گرم میشه و گرم شدن بیش از حد دوباره باعث سوختن این موتورها میشه دلایلی که باعث سوختن این موتورها میشه چیا هستن اما قبلش اگه فش میکنه که این ویدیو تا اینجا برات مفید بوده ممنون میشم همین الان این ویدیو رو لایک کنی و اگه اول باری که داری این ویدیو رو میبینی من هر هفته ویدیوهای در مورد خودروها و مشکلاتشون میذارم ممنون میشم کانال منو سابسکرایب کنی و زنگوله کنارش رو هم فعال کنی تا وقتی که من ویدیوهای جدید رو میذارم ازش مطلع بشی بریم سراغ بحثمون اولین مورد مربوط میشه به رانندگی طولانی مدت با سوخت کم خب وقتی چراغ بنزین خودره شما حالا روشن شده یا میخواد روشن بشه شما حالا چند کیلومتر رو میخواید با اون رانندگی کنید این خودش میتونه آسیب جدی به این پمپ ها وارد کنه چون بنزین داخل با کمه و نمیتونه اون خودش رو به اندازه کافی به این پمپ برسونه در نتیجه باعث خرابی این مغزی ها میشه مورد بعدی مربوط میشه به گرفتگی صافی یا فیلترهای پمپ بنزین قبل اینکه بنزین بخواد وارد این مغزی بشه از داخل یه صافی که توی پمپ بنزین قرار داره رد میشه حالا احتمال داره که توی بنزین ناخالصی هایی وجود داشته باشه یا از خود بنزین که مستقیما از پمپ بنزین میزنید وارد شده باشه یا اینکه داخل باک پوسیدگی های باشه که این پوسیدگی ها وارد بنزین شدن و با هم مخلوط شدن در نتیجه وقتی که بخوان این ناخالصی ها از صافی عبور کنن دوسار گرفتگی میشه این صافی ها و بنزین به خوبی وارد این نمیشه و با فشار کار میکنه در نتیجه این فشار این موتور گرم میشه و باعث خراب شدن و نیم سوز شدن مغزی پمپ بنزین میشه یه مورد دیگه که هست مربوط میشه به مشکلات برگی سیستم پمپ بنزین احتمال داره که حالا توی قسمت های الکتریکی ماشینتون احتصال وجود داشته باشید یا اینکه بر با نوسان وارد مغزی پمپ بنزین میشه وقتی که برق با نوسان وارد مغزی بشه مغزی دچار آسیب میشه یه نکته که هست میخوام بهش اشاره کنم اینه که همیشه سوختن مغزی باعث خرابی نمیشه امکان داره که حالا قسمت های الکتریکی ماشین دچار آسیب شدن مثل رل دوبل یا اینکه فیوز دچار سوختگی شده اینا هم باعث میشن که در واقع جریان برق به این وارد نشه و شما اشتباه بگیرید که این سوخته یا نه حالا وقتی که پمپ بنزین دچار خرابی و مشکل میشه از خودش علائمی رو نشون میده ما با توجه به این علائم و نشانه ها میتونیم تشخیص بدیم که احتمالا این مغزی دچار خرابی شده و باید نسبت به تعمیر اون اقدام کنیم حالا نشونه اول مربوط میشه به روشن نشدن ماشینتون خب شما وقتی استارت رو باز میکنید باید صدای پمپ بنزین به گوش برسه اگه به هر علتی این صدا به گوش نرسه وقتی سویچ رو باز میکنید امکان داره که حالا این پمپ خراب شده یا اینکه مشکل از دیگه باشه مورد بعدی مربوط میشه به روشن شدن خود رو پس از استارت های متوالی خب شما بعد اینکه چند بار استارت رو زدید به سختی ماشین روشن میشه چون این نمیتونه اون بنزین رو به خوبی وارد سیستم انجکتور کنه و در نتیجه عمل احتراق انجام نمیگیره حالا بعد اینکه چند تا استار زدید ماشین روشن میشه پس اینم میتونه یکی از اون علائم مهم خرابی پمپ بنزین محسوب بشه مورد سوم خاموش شدن ناگهانی ماشین حین حرکت خب وقتی پمپ بنزین دچار خرابی و مشکل میشه این اتفاق به صورت یه دفعه در واقع این خودش رو بروز میده شما دارید حرکت میکنید یه ها ماشین دوتار خاموش شدن میشه که این اتفاق حتی برای خود منم افتاده من استارت رو زدم ماشین حرکت کرد بعد اینکه که دیویس می حرکت کرد ماشین یه ها از حرکت استاد و خاموش شد من اومدم الان استارت رو میزدم ماشین روشن میشد ولی دیگه حرکت نمی کرد دوباره خاموش میشد بعد این حالا علائم من فهمیدم که مشکل از پمپ بنزینه شما وقتی با این مورد روبرو شدید میتونید یه تستی رو انجام بدید که بدونید که آیا بنزین وارد انژاتور میشه یا نه حالا یه کم سخته شما باید کاپوت رو بالا بزنید و اون شیلنگی رو که به انجاتورها وسته رو باز کنید اگه پمپ بنزین کار کنه باید اون فشار گفتم پنزه و بار رو به سر ها برسونه اگه حالا این پمپ دوباره خرابی بشه این بنزین به هیچ عنوان سر ها نمیرسه وقتی شما این شیلنگ رو باز کردید متوجه میشید که در واقع بنزین اگه بنزین حالا نیومد احتمال داره که در واقع پمپ بنزین دوبار آسیب شده باشه مورد بعدی هم مربوط میشه به ریپ زدن ماشینتون تو این مورد سوخت با نوسان وارد موتور خودروتون میشه این نوسان باعث گت و وصلی در واقع جریان بنزین توی خود میشه و ماشینتون هین حرکت ریپ بزنه این پنسا مورد مهمترین نشانه های تشخیص خرابی مغزی پمپ بنزین محسوب میشه من سعی کردم به صورت ساده اینا رو بهتون بگم امیدوارم از این ویدیو بهره کافی رو برده باشید فعلا تا ویدیو بعدی